همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر واکنش‌های بین‌المللی صحبت‌های جو بایدن رو مورد بررسی قرار بدیم. اول به ما از صحبت‌های بایدن بگو بردیا. بعد گفت اون چیزی که جو بایدن امروز رقم زد در واقع چیزی بود که خیلی انتظارش رو برای چند روز می‌کشیدن. سفر یک رئیس جمهور آمریکا مستقر در کاخ سفید به یک نقطه جنگ زده یک اتفاق کم سابقه است، اگر بی سابقه نباشه، و خب خیلی تصور می‌کردن که می‌تونه دستاوردهای بسیار دیپلماتیک بیشتری هم داشته باشه. اما اون چیزی که شب گذشته در غزه رخ داده آهنگ در واقع تلاش‌های دیپلماتیک رو تغییر داده. با این وجود تلاشی که جو بایدن می‌کنه اینه که این تشدید نشه اون چیزی که الان رقم می‌خوره در غزه و بتونه که اون ندای جامعه بین‌الملل رو برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه به غزه رقم بزنه. اما این چیزی که باز هم دیشب رخ داد شاید دورنمای حضور او رو و دستاورداش یک کمی توش تردید به وجود بیاره. همونجوری که خود اشاره کردی او قرار بود که با محمود عباس در اردن دیدار کنه که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، همچنین همزمان قرار بود که با رئیس جمهور مصر سیسی و همینطور پادشاه اردن دیدار کنه، پادشاه عبدالله، و این دیدار چهار جانبه رقم نمیخوره که این میتونست از حالت اون چیزی که جهان عرب یا جهان مسلمان بهش میگن حضور یک طرفه جو بایدن در منطقه در واقع این حالت رو بهش پایان بده و یک تعادلی به وجود بیاره. ولی خب محمود عباس پس از انفجاری که در بیمارستان رخ داد کنار کشید و حالا شدیم که جو بایدن از این گفته که اون چیزی که رقم خورده کار اسرائیلی ها نیست، میتونه این برداشت رو کرد و این خب خیلی ها رو براشفته کرده. همونجوری که دیدیم حزب الله خواسته بود از طرفدارانش مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در بیروت حضور پیدا کنه. تصاویرش رو دقیقاً می‌بینیم مقابل سفارت آمریکا در بیروت که تجمع گسترده‌ای شکل گرفته، پرچم فلسطین رو می‌بینیم در دست تجمع کنندگان. به طور کل این واکنش جهان عرب رو چطور میشه بررسی کرد؟ این تجمع به دعوت حزب الله در واقع شکل گرفته که امروز رو روز خشم بی سابقه خونده. اما همونجوری که باز هم خودت اشاره کردی سه روز روز عزای عمومی در فلسطین سرزمین فلسطینی اعلام شده، اما کشورهای عرب تکرار کننده صحنه‌هایی هستن که ما اینجا می‌بینیم در نقاط مختلف، در عمان، در کشور اردن هاشمی، همینطور ما در مقابل سفارت فرانسه در تونس شاهد همچین تجمعاتی هستیم که در کشورهای دیگه مثل کشورهای مسلمان نشین ترکیه در مقابل سفارت‌های کشورهای غربی این اتفاق می‌افته و اونها به نظر می‌رسه که احساساتشون بعد از اتفاقی که دیروز افتاده جریحه‌دار شده. هر چقدر هم اسرائیل تلاش کنه که مدارکی رو ارائه کنه که دال بر اینکه اونها این کارو نکردن، ممکنه افکار عمومی در جامعه جهان عرب این رو نپذیره. ما همزمان هم شاهدیم که سازمان همکاری های اسلامی که در واقع حامی منافع مسلمانان جهان با 57 کشور عضو که عمدتاً مسلمان نشین هستن، الان جلسه اضطراری رو دارن برگزار میکنن، به مسئله غزه میپردازن و در کل جامعه مسلمانان و کشورهای عرب خصوص تحت تاثیر اتفاقای روز گذشته قرار گرفتن و این برای اسرائیل هم میتونه معنادار باشه که در تلاش بود عادی سازی کنه با کشورهای عمده عرب مثل امارات متحده عربی و بعداً نهایتاً عربستان سعودی. متشکرم از توضیحاتت بردیا افشین، اینجا در استودیو همراه ما بودیم.